به اولین برنامه صلح خوش آمدید. ما در این برنامه تلاش میکنیم تا فرایند صلح افغانستان را به گونه همه جانبه بررسی کنیم. راههای رسیدن به صلح در افغانستان، خطهای سرخی که نباید به معامله گرفته شود، موانع رسیدن به صلح پایدار، گفتمان روی بافتهای اجتماعی جنگ در افغانستان، اهمیت صلح و آینده سیاسی افغانستان، گفتگوهای صلح از دریچه مذاکرات داخلی و خارجی و صلح با طالبان. این موارد به گونه همه جانبه در این مجموعه برنامه های تازه زیر نام صلح موشگافی خواهد شد. در این برنامه صلح نگاه میکنیم به تحولات اخیر در پیوند به صلح افغانستان. مهمانان من در این برنامه دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان، دکتر عبدالقیوم سجادی، استاد دانشگاه، و همچنان آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک که از واشنگتن با ما وصل هستند. مهمانان شما را خوش آمدید میگم. آقای مرادیان، در آغاز میخوایم این گونه بپرسم، سه تا از موانع و چالش های عمده ای که سر راه رسیدن به صلح وجود داره چیست؟ خب پیشکش درود به شما جناب سفیر صاحب، جناب دکتر صاحب سجادپور تجادی. در پاسخ به این سوال تلگرافی شما که ایجاب میکنه که پاسخ تلگرافی داشته باشیم، مهمترین مانع و علامت سوالی که وجود دارد این است که آیا طالبان به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست و ای که آیا طالب ها به این نتیجه رسیدن که باید وارد یک زندگی مسالمت آمیز سیاسی شوند یا خیر. یک علامت سوال هست و مشکل هست. در پیوند به علامت سوال و مشکلی که در مورد طالبا هست، پاکستان هم به عنوان یک بازیگر مهم در جنگ و صلح افغانستان مشخص نیست که آیا واقعا پاکستان از سیاست‌های غلط و اشتباه آمیز خود در گذشته درس عبرت گرفته است و می‌خواهد یک صفحه جدیدی در رابطه با افغانستان و جامعه جهانی بگشاید، اونم هنوز مشخص نیست. نکته دیگری هم که علامت سوال هست این است که در خود واشنگتن که جناب سفیر بیشتر و بیشتر از ما می‌دانند، سردرگمی ایالات متحده آمریکا است. تا چند روز آقای خلیلزاد به نمایندگی از کل دستگاه ایالات متحده آمریکا صحبت میکنند. او عجله که و خوشبینی که آقای خلیلزاد دارد آیا واقعا نمایندگی میکند از تمام نهادهای آمریکایی یا خیر؟ و دیگر سوال این هست که آیا کابل میتواند تا اندازه یک تیم قوی، یک گفتمان، یک اجماع قابل قبول ملی در مورد صلح ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین ما چهار علامت سوال میبینیم، یکی که در مورد طالبان، پاکستان، واشنگتن و کابل. آقای مرادیان، از همین چهار علامت سوال که شما بهش اشاره کردین، هنوز کدامش بسیار یک چالش جدی است؟ طالبها، به دلیل که در این طرف قضیه که ما باشیم، که کابل باشد و جمهوری اسلامی افغانستان باشد، از سال 2002 به این طرف گفتگوها، صحبتها، تلاشها، گامهای در مورد صلح برداشته شده است. حالا او گامها کامیاب بوده است یا نه، یک بحث جداگانه است. حداقل در کابل یک جریان زیر عنوان صلح هم در داخل حکومت و هم در بیرون از حکومت به وجود آمده است. اما در طالبها، اگر شما از تاریخچه طالبها را از سال 1996 به این طرف مطالعه کنید و به وبسایت و مواد تبلیغاتی طالبها کنید، چیزی به نام غیر از جنگ در کارنامه طالبها، در صحبت‌های طالبها وجود ندارد. بنابراین مهمترین علامت سوال برای من این هست که واقعا یک پنجره امید، یک نهال به نام صلح در سرزمین طالبستان به وجود آمده است که این نهال رشد کند، تبدیل به یک درخت پرثمر شود یا خیر، یا اینکه یک بیابانی هست که در او بیابان فقط جنگ است و کشتار است و قتل عام. آقای سجادی، با توجه به حرفای آقای مرادیان، آیا گفتمان صلح میان طرف ها به طور معقول تا حالا پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما بینندگان، جناب دکتر مرادیان، سفیر صاحب. متاسفانه نه، به دلایل مختلف که من بسیار کوتاه میخوام اشاره بکنم.
همو علامت های سوال را که آقای دکتر مرادیان مطرح کردن، یکی از نگرانی های جدی هست یا حداقل یکی از نشانه های تردید است که پروسه تلاش برای مذاکرات صلح با به گونه معقول و درست و پیش نمیره و هدایت نمیشه. بحث دیگه ای که من میخوایم اضافه بکنم ایست که به هر حال مسئله صلح یکی از مسائل فوق العاده اساسی و حیاتی برای افغانستان، ایالات متحده آمریکا و طبعا همپیمانان افغانستان است و همکاران بین المللی افغانستان. اما در طی این مدت علارغم شعارهای صلح طلبانه ای که از سوی حکومت افغانستان مطرح شده، ما هنوز فاقد یک دیدگاهی روشن یا یک استراتژی مورد توافق در گفتگوهای صلح هستیم. حتی هنوز روی محورهای اساسی خطوط قرمز غیر قابل مذاکره، موضوعات قابل مذاکره و بدبستان و سایر موضوعاتی که میتوان از اونا به هر حال حتی چشم پوشی کرد به طرف مقابل امتیاز داد، توافق نظر مشاهده نمی کنیم و این یک از مشکلات جدی است که معقولیت این پروسه یا حداقل حرکت این پروسه رو با چالش جدی روبرو ساخته است. هرچند در این اواخر حکومت شاید هم به فشار امریکایی ها کارای انجام داد، مثل شورای عالی مصالحه را که ایجاد کرده، هنوز هم فکر میکنه نجما وجود نداره؟ ببینید، چیزی را که حکومت امروزه تعقیب میکنه برآمده از یک سیاست فعال و ابتکاری نیست که به منظوری تدوین استراتژی گفتگوهای صلح افغانستان ایجاد شده باشه، بلکه در اثر فشارهایی بوده که از بیرون حکومت با او روبرو بوده و یک نوع حرکت واکنشی است. شما میدانید که حرکت‌های واکنشی هیچگاه از پختگی لازم و از آمادگی‌های قبلی برخوردار نیست و فاقد یک طرح از پیش تعریف شده است. ما باز هم این امیدواری رو داریم در صورتی که او چهار تا سوالی که مطرح شد، سوال پنجم هم همین نقطه است که ما طرح مشخص برای رهبری موفقانه گفتگوهای صلح در اختیار نداریم از جانب افغانستان که در رأسش حکومت افغانستان است. ما امیدوار هستیم که به هر حال این حرکت جدید ولو در اثر فشارهای بین المللی و بیرونی ایجاد شده است، در نهایت منجر شود به شکلگیری یک وفاق سیاسی و یک اجماع نظر در ارتباط با محورهای اساسی که ما در چه شرایط و چگونه صلح می‌خواهیم و با چه مدلی از نظام سیاسی آمادگی داریم با همدیگر کار بکنیم در آینده و تا کجاها آمادگی وجود داره به این که طرف مقابل به هر حال خطوط اساسی افغانستان را که دستاورد 17 سال گذشته است پذیرا باشه و قبول بکنه. ممنون. الان میریم به واشنگتن با آقای صمد. آقای صمد، بیاین این گونه بپرسم، شما که در امریکا هستین، همونطور که آقای مرادیان گفت وضعیت را دنبال میکنین، آیا امریکایی ها یک میانجی خوبه برای گفتگوهای صلح افغانستان هستن؟ تشکر. سلام به همه دوستان عزیز و بینندگان شما. در واشنگتن اینطور بگویم که امریکا نه تنها که میانجی است، بلکه یک طرف قضیه است و طرفی است که دیالوگ با طالبان آغاز کرده و 5 دور هم نشست هایی داشتن و قرار است دور ششم هم آغاز شده و همچنان امکانات ازی است که یک دور بین الافغانی صورت بگیره اگر همه به توافق برسن از آلی تا چند روز دیگه. و من فکر میکنم که امریکا از یک طرف ملومدار یک تصمیم گرفت پارسال که میخواهد که جنگ افغانستان خاتمه پیدا بکنه و این یک تصمیم استراتژیکی بود که نه تنها به یک اداره و یا به یک رهبر و یا به یک حزب تعلق داره. من فکر میکنم تا جایی که من میبینم این تصمیم یک تصمیم عمیق استراتژیک دراز مدتی است که دستگاه دیپلماسی، دستگاه سیاست خارجی و دستگاه امنیتی امریکا در این تصمیم دخیل بودن و ولی خب اشکال مختلف میتونه این برنامه و یا یعنی اینا به شکل اشکال مختلف میشه که پیش برده شوه و تا به حال دستاوردهای هم بوده و هم نبوده.
ولی مشکل در این است که افغانستان قضیه چند بعدی است، این همه میدانیم و دکتر مرادیان از او یاد کردن که یک بودش در داخل افغانستان است که خودش پیچیدگی های خود داره و بود دیگه در منطقه است و فرا منطقه البته و کشورهای مختلف با دیدگاه های مختلف در این قضیه منافع خود دارن و منافع خود مد نظر دارند. ما افغان ها در مجموع باید کاش میشد وقتر اجماع صورت میگرفت، ای کاش میشد وقتر خطوط سرخ ترسیم میشد و تعریف میشد و آمادگی میداشتیم برای رفتن به طرف گفتگو و مذاکره، ولی خب دلایل سیاسی وجود داشته، غفلت صورت گرفته، من فکر میکنم مشکلاتی در داخل بوده که مانی از این شده که امی وفاق و امی اجماع شکل بگیره با وقت و زمانش. حالا که کوشش میشه باید واقعیت های امروزی رو مد نظر گرفت. واقعیت ها همی است که کار امریکا با طالبان تا یک اندازه پیش رفته ولی به مرحله نهایی نرسیده و یک مشکل وقت و زمان هم پیش رو است، چون جدول زمانی سیاسی امریکا ایجاب میکنه که افغان ها هر چی زودتر به یک فیصله برسن و پروسه به پیش بره پیش از اینکه تصامیم دیگه گرفته شوه که باز از کنترل افغان ها خارج شوه قضیه. بسیار کوتاه، آقای صمد، آقای مرادیان اشاره ای داشت به دیدگاه ها در امریکا. آیا در امریکا دیدگاه ها واحد شدن در پیوند به مسئله افغانستان؟ مخالفت ها را شما چند پیش در سنای امریکا دیدین که چقدر جدی بود؟ در امریکا مثل که بالای هر قضیه اتفاق نظر کامل وجود نداره مثل هر کشور دیگه، در اینجا هم معلومداری ملموس است، ولی قسمی که قبلا گفتم در سطح دستگاه سیاست خارجی و امنیتی امریکا در خلال یک سال گذشته امی نظر واحد پیدا شده که جنگ افغانستان باید خاتمه پیدا کنه و یک راه برای مصالحه پیدا شوه و نقش امریکا در این البته و آینده سیاست امریکا در منطقه واضح باشه و موضوع با طالبان یک جانبه یک طرفه شوه و طالبان هم جزء یک نظام آینده شوند از خلال گفت و شنود بین الافغانی. اینا تصامیم بودن که گرفته شده. امروز اگر گاهگاهی شما از یک جناح دیگه، از یک حزب یا یک شخص یا سیاستمدار چیز میشنوین، اینا به نظر من صداهای تک تک است و استثنایی است و کدام حرکت بسیار بزرگ ضد سیاست فیدر نشان نمیده. اما یک چیز باید گفت که به مرور زمان معلومدار اختلافات هر قدر که امریکا به انتخابات ریاست جمهوری خود در سال آینده نزدیک میشه و مو اندازه اختلافات بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات امریکا بیشتر میشه و قضیه افغانستان هم در این موضوع گره خورده. ممنون. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره صوت برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. ادامه بحث. آقای مرادیان، بیاین این گونه بپرسم، خطهای سرخی که همیشه رویش بحث میشه و هر کسی از خط سرخ یاد میکنه که بر مردم افغانستان وجود داره، چی چیزای راهکار سنجیده شده در یک راهکار ریخته نشده که به عنوان خط سرخ بازو معامله شوه و نگرانی وجود داره که طالبان او را نادیده بگیرن؟ خب ببینید، بحث خطوط سرخ یک بحث خوبی است در سطح عمومی که اجازه میدهد شهروندان و گروه های سیاسی نگرانی ها و آرزوهای خود را در مورد صلح بیان بدارند. این هست. اما در کناری که ما از خط سرخ صحبت کنیم، خوب است که از خط سبز صحبت کنیم که واقعا ما یک افغانستان صلح آمیز چی ویژگی هایی دارد، چی ویژگی هایی دارد و که ما کمک کنیم که همه ما شهروندان جناها و جریانهای سیاسی سهم بگیرند در به تصویر کشاندن یک افغانستان سلامه. به این دلیل که ما ببینید امسال
همزمان شده است با 100 سالگرد استقلال افغانستان. و اگر شما تاریخ 100 ساله افغانستان رو مقایسه کنیم، نگاهی که من انداختم جای دیگر هم اشاره کردم، تقریبا 80 سال از این 100 سال 40 سال از او جنگ بوده است و تقریبا 40 سال دیگه از او بی‌ثباتی سیاسی در کابل و مشکلات در ولایات بوده است. بنابراین یک فرصت خوبی است که ما امسال سال گفتگوها برای صلح است و همچنین جشن 100 سالگرد استقلال افغانستان که ما یک گفتگوی ملی داشته باشیم که چرا ما 80 سال از تاریخ دولت مدرن افغانستان در جنگ یا به بی‌ثباتی سیاسی گذاشتیم. و در طی گفتگوهای ملی بین شهروندان، بین جناح‌های سیاسی و ما گفتگوهای ملی با پروسه صلح پیوند بده. به دلیل که در 40 سال اخیر ما با کمبود موافقتنامه صلح مواجه نبودیم. ده‌ها موافقتنامه صلح امضا شد در 40 سال اخیر، اما هیچ توافقنامه صلح ما رو به صلح نرسوند. بنابراین یکی از کارهایی که همین ما باید انجام بدیم این است که ما چه درس‌هایی میتوانیم از تلاش‌های گذشته بیاموزیم و کار نشود که دوباره او اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده بودیم دوباره تکرار شود. یک چیز با عنوان یک نگرانی جدی مطرح میشه که یک آدرس واحد باید وجود داشته باشه که مدیریت کنه همین موارد را که شما بهش اشاره کردین. امروز آدرس ها بسیار در افغانستان متعدد است، این یک چالش است. خب این از یک طرف هم چالش است و هم یک فرصتی است، به دلیل که افغانستان یک جامعه متنوع متکثری است، گروه ها و جریان های سیاسی وجود دارد و یه خوب است که یک تک صدایی نباید باشه، اما وظیفه حکومت این هست که به نمایندگی از مردم، شهروندان و گروه های سیاسی همو خطوط قرمز و نگرانی های مشترک شهروندان دستبندی کنه، گفتمان سازی کند و ارائه کند. کاری که متاسفانه حکومت در این عرصه بسیار ناکام بوده است، چون خود حکومت نتوانست، که جناب دکتر صاحب اشاره کردن، خود حکومت نتوانست دیدگاه واحدی داشته باشد، چی برسد توانایی حکومت به همسان کردن دیدگاه دیگر. از طرف دیگر ما طالب ها که اگر ببینید اونها یک دیدگاه واحد دارند، اونها میگویند که ما پیروز شدیم در این جنگ و ما پس بر میگردیم و پس ما میخواهیم امارت اسلامی خود رو دوباره در کابل احیا کنه. اما متاسفانه که در سالشان بود حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نتوانست از یک گفتمان مشترک ملی در مورد صلح ایجاد کند. چرا نتوانست حکومت افغانستان آقای سجادی گفتمان ملی و مشترک برای صلح ایجاد بکنه؟ خب این مسئله دلایل مختلف داره. یک مسئله برمیگرده به فرهنگ سیاسی جامعه افغانستان و فرهنگ سیاسی حکومتگران و سیاستمداران افغانستان. نوع فرهنگ سیاسی افغانستان برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره که ما دارای دولت ملت هستیم، دولت ملت یک پدیده مدرن است و مبتنی بر فرهنگ سیاسی ملی است. فرهنگ سیاسی جامعه ما هنوز فرهنگ سیاسی قبیلوی و قومی هست و این متأثر است از همون ساختار قبیلوی جامعه افغانستان. در فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی بیش از منافع جمعی تمایلات سیاستگران و دارندگان قدرت بیشتر مورد توجه قرار میگیره. فردی که در جایگاه حاکم قرار داره او به جای توجه به دیدگاه های جمعی، به جای تقدم منافع جمع بر منافع فرد، بیشتر به سوی مطلقگرایی، به سوی انحصارگرایی و حاکمیت اراده شخصی خود تمایل پیدا میکنه. در یک چنین فضایی طبعا جایی برای چند صدایی وجود نداره. اساسا آن چیزی که به نام تکثرگرایی یا دموکراسی، پلورالیزم سیاسی فرهنگی در جامعه ما وارد شد، فاقد بسترهای لازم اجتماعی در درون جامعه ما بود، بلکه اینا در اثر باز هم یک سری تحولات بین المللی و بیرونی در جامعه ما ایجاد شد. یعنی
در فرهنگ سیاسی سیاستمداران ما چنین چیزی جایگاهی نداره. هنوزم شما میدونید که به نمایندگی از مردم افغانستان در درون چارچوب و ساختار سنتی و قبیله‌ای همو سیاست ریش سفید سالاری و مشران قوم هستند که تباروز پیدا میکنه به عنوان نمادی از دموکراسی یا نمادی از رأی مردم و اراده مردم. این بسیار فاصله داره با آن چیزی که ما در پروسه دولت ملت از او در رهبری سیاسی میبینیم و یاد میکنیم. بنابراین مشکل اساسی این بوده که سیاستمداران ما همیشه تلاش کرده از تجمعات و شوراها و گردآوری افراد به صورت سمبولیک استفاده بکنه و در نهایت منویات شخصی خود را به عنوان مبنای نهایی تصمیم گیری امور حکومت داری به کرسی عمل بنشانه. اگر پیشتر صحبت‌های آقای مرادیان هم همین گونه بود که توافقات در گذشته هم صورت گرفت که یکیش به نتیجه نرسید، اگر باز هم منافع این گونه شخصی باشه پس زیاد امیدواری نیست که این گفتمان صلح با طالبان هم به نتیجه برسه. یکی از پرسش هایی که الان باید اضافه شد و با او علامت سوال هایی که مطرح شد ایست که آیا واقعا حکومت افغانستان اراده جدی برای صلح دارد؟ یعنی اگر پروسه صلح مطابق میل رئیس جمهور نباشه، آیا این پروسه به سرانجام مطلوب خواهد رسید؟ آیا نوع نگاهی که ما به پروسه صلح داریم اولویت داره برای داشتن قدرت در اختیار ما؟ یا اینکه نه، اولویت ما ایست که ما صلح میخواییم مشروط به اینکه خود ما قدرت رو در اختیار داشته باشیم. نگاه قبیله گرایانه و نگاه فرد گرایانه به سیاست و مسائل حکومتی باعث میشه که ما حتی به مسئله بسیار کلان و مهمی به نام صلح نگاه کمپاینی و شخصی داشته باشیم تا نگاه ملی و جمعی، و این یک از معضلات جدی است که امروز در برابر این پروسه قرار داره. و الا اساسا ما نباید غافلگیر میشدیم. مسئله صلح یک از مسائل اساسی و حیاتی جامعه ما بود قبل از این و بسیار پیش از این. رئیس جمهور و حکومت افغانستان میتونست سیاستمداران و کلانای مملکت و اندیشمندان و سیاستگران مملکت دعوت بکنه و طی جلسات متعدد با اینا وارد بحث میشد تا اینکه به یک جنبندی تحت عنوان استراتژی ملی صلح افغانستان اینا دست پیدا میکردن. چرا چنین چیز اتفاق نیفتاد؟ من فکر میکنم یک از دلایلش این بود که رئیس جمهور ما، سیاستمداران ما همیشه از افراد و مجموعه های مختلف به عنوان یک امر سمبولیک و نمادین استفاده میکنه، در نهایت میخواد خواستهای خودشان را به عنوان مرجع تصمیم گیری به منصه ظهور و بروز برسانه. آقای صمد، هرچند آخرین حرف ها از مقامات آمریکایی را شنیده باشین که بسیار تاکید کردن بر ارزش هایی که در 18 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، اما واقعا نگاه آمریکایی ها به 18 سال ارزش است که در افغانستان شکل گرفته، یا این که خوب معامله خودشان را با طالبان میکنن؟ خب یک بخش موضوع برای آمریکایی ها معامله خودشان است، البته منافع خودشان است و موضوعاتی است که اونا در ارتباط با مبارزه با تروریسم در فکر دارند، در آجندای خود دارند. موضوعات است که مربوط به کم کردن هزینه و خرچ و مخارجی است که در منطقه و در افغانستان به مصرف رسیده، و موضوعات البته خستگی از جنگ 18-19 ساله است که در امریکا احساس میشه و پیش یک کتله های مردم امریکا سوال خلق شده که بعد از 18-19 سال ما چی دستاوردی داشتیم و چی نتیجه به دست آمده و این جنگ تا چی زمان دوام میکنه. دوام جنگ لایتنها این البته برای هیچ کسی در اینجا مطلوب نیست، و به می دلیل است که آقای ترامپ از این موضوع و از این فرصت استفاده کرد که هم یک دستاورد سیاسی اگر در آینده بتونه از این به دست بیاره برای خود و برای کمپین آینده خود، و هم مردم امریکا را در این قسمت برشان یک جوابی داشته باشد. اما من فکر میکنم که قضیه خود دستاورد مردم افغانستان معلومدار یک موضوعی است که باید اولویت پیش خود نزد مردم افغانستان و نخبگان افغانستان و رهبری افغانستان داشته باشه، و ما چطور میتونیم که از او حفاظت کنیم و از او دفاع کنیم. به می دلیل است که در اینجا بله غفلت صورت گرفته. ما خودم قبلا هم گفتیم یک سال پیش از طریق اعظمی آقای محب که وقتی سفیر بودن در واشنگتن
و از طریق بعض دوستان دیگه به رجال دولتی افغانستان پیشنهاد فرستادم که شما هرچی زودتر اگر اجماع سیاسی را تشکیل بتین و سر بعض موضوعات همین خطوط سرخ همین کلمه را استفاده کرده بودم در پیشنهاد خود که شما از خطوط سرخ تعریف کنین و سرش به یک توافق برسین و از او به صورت دستجمعی بتونین که دفاع کنین پیش از این که به طرف کمپین انتخاباتی و رقابت سیاسی برین تا شوه که از منافع اولیای کشور دفاع شه. ولی خب بنابر دلایلی که سجادی سر فرمودن این کار صورت نگرفت. حال وقت از این رسیده که ما بدانیم که موضوع صلح نزد جامعه بین‌المللی و نزد امریکا اولویت داره، طالبا ای که باور دارن و ندارن ای باید ای را ثابت بسازن و ما باید میکانیزمی را به کار بگیریم و به کار از او استفاده شوه که نگذاریم که طالبان با موضوع صلح، با موضوع حق و حقوق مردم، با موضوع خطوط سرخ، با موضوع چیزی که منافع افغانستان ایجاب میکنه در آینده بازی بکنن و یا ای که آری دست کنم کشور دیگه قرار بگیرن. ما باید مانی از این شویم و برازی ما باید استراتژی داشته باشیم و مکانیزم داشته باشیم که تضمین بکنه ایجاب میکنه که ما کار خود کار خانگی خود انجام بدیم، هر چیز زودتر انجام بدیم چون وقت نمانده و وقت بسیار کم پیش روی است. پیش از این که گفتم قبلا کنم تصمیم دیگه گرفته شود که باز کنترل از دست ما خارج شود. آقای مرادیان، میکانیزم چی بوده میتونه که ما حداقل طالبا با ما معامله نکنه و بعد خطرناک شوه و بعد از سال هرچی که اتفاق میفته؟ با توجه به حرفای آقای سجادی که گفتن سیاسون افغانستان و حکومت افغانستان دنبال قدرت خودشان هستن تا ای که به صلح فراگیر و همه شمول و مردمی فکر کنن. خب ببینید، ما مواجه با دو واقعیت هستیم. یکی واقعیت به نام طالبان دو، ما طالبان یک داشتیم که حکومت کردن و نشانه های زیادی هست که ما شاهد ظهور طالبان دو هستیم ما، و همزمان ما نشانه های از یک بن دو دیگه هم در حال به وجود آمدن هست که ما تحولات سیاسی و دستاورت های اتفاقاتی که از 2001 به این سو اتفاق افتاده است زیر چتر نام دو بن یک میتوانیم نامگذاری کنیم، اما ما به طرف یک بن دو پیش حرکت میکنیم. بنابراین یک رقابت هست بین طالبان دو و بن دو. اینها طالبان دو اما تو که اشاره کردم هست که خوشبینی که طالبان دارند و همچنین بخش از نهادهای پاکستانی که پس بازگشت به گذشته است و احیای دوباره امارت اسلامی با یک تغییرات اینجا و آنجا، اما واقعیتی هست که ما به طرف بن دو حرکت میکنیم و این بن دو خیلی از مسائل تغییر میداد، از جمله بحث صحبت های روی تغییر ساختار سیاسی افغانستان است. انتخابات افغانستان باید حتی اگر در شرایط عادی و صلح‌آمیز هم اگر ما زندگی میکردیم، انتخابات افغانستان مشکل ساز است. باید شیوه انتخابات در افغانستان تغییر کنه. چگونه باید تغییر بکنه؟ خب هر ساعت انتخابات افغانستان باستاب از واقعیت‌های افغانستان نیست. سیستم سیاسی متمرکز پادشاهی ما داریم زیر عنوان ریاست جمهوری که واقعا رئیس جمهور افغانستان صلاحیت‌های یک پادشاه دارد و نه مسئولیت های یک رئیس جمهور. بنابراین ما وارد یک عرصه به نام بن دو میشویم که خیلی از مباحث باید تغییر کند. اشاره داشتین به ساختار حکومت، در ساختار حکومت چیا باید تغییر کنه؟ خب ببینید، این 18 سال یک تجربه خوبی بود در تمام دنیا. بیشتر جامعه دکتر سب تدریس میکنن و ذکر از اونا هست، هر قانون اساسی به صورت میانگین هر 10 سال یک بار یک تجدید نظر میشود. حتی در صلح آمیزترین کشورها بحث تغییرات و اصلاحات نظام سیاسی یک بحث همیشه زنده میباشد. بنابراین در افغانستان هم ساختار سیاسی افغانستان 18 سال ما تجربه کردیم. این ساختار دستاورت های بسیار خوبی داشت، از این دستاورت ها باید حفظ شود، اما کمبودی های هم دارد. بنابراین در یک بحث عمومی بن دو بحث تغییر ساختار است.
بحث رابطه ای ما با پاکستان می باشه، به دلیل که رابطه ای که ما در این چند دهه اخیر با پاکستان داشتیم، نه هم جنگ با پاکستان داشتیم و هم صلح و نتیجه نداد. بنابراین یک بازنگری نیاز هست رابطه ای ما با پاکستان. چگونه رابطه باید باشه با پاکستان؟ خب به هر صورت از این حالت که هم جنگ و هم صلح، باید یک توافق مشترک ملی بین کابل و اسلام آباد اتفاق بیفتد. بحث حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هست که یک بحث بسیار مهمی برای خود آمریکایی‌ها است و همچنین برای منطقه حضور آمریکایی‌ها یک علامت سوال مهم است. بنابراین در این جریان بنه‌دو این سوال‌های اساسی باید پاسخ داده شود، از جمله یک از این سوال‌ها بحث چگونگی بازگشت طالب ها به زندگی ملکی و سیاسی می باشد، بحث ادغام طالب ها در جامعه، بحث خلع سلاح طالب ها می باشد. بنابراین ما مواجه هستیم با یک پکیجی از سالهای مهم سیاسی، نظامی، دیپلماتیک اینا است که صلح با طالبان باید بخشی از این پکیج باید تلقی شود. آقای سجادی، حداقل وقت بحث آمدن طالبا به درون یک زندگی با امن و با ثبات که صلاحشان را بگذارن مطرح میشه، اینجا یک سوال پیدا میشه که بافتای اجتماعی جامعه افغانستان چقدر از خشونت بریده و چقدر تغییر کرده ذهنت ها در افغانستان که دیگر حداقل صلاح نباشه، جنگ نباشه و تروریست پروری و دهشت پروری نباشه. ببینید، بحث عمومی مردم یک طرف قضیه است، بحث عوامل بیرونی طرف دیگر قضیه است. من فکر میکنم در مسائل افغانستان نقش عوامل بیرونی بسیار برجسته است. یعنی یک روز جنگ طالب بدون حمایت بیرونی امکان پذیر نیست، چون هزینه های جنگ رو ما و شما میدانیم. درست است که بسترها و زمینه های خشونت در درون جامعه افغانستان فراهم هست، نارضایتی، فقر و احیانا شکاف‌های اجتماعی که در طی مدت متأسفانه بسیار یک دور پررنگ و برجسته کردن، یک دست سیاست بازان و برخی از حلقات بیرونی، یعنی در یک رابطه دیالکتیکی و دوسویه ای کار اتفاق افتاد متأسفانه. اما ما باید اگر با توجه به تجربیات چند سال گذشته قضیه رو در نظر بگیریم، از آغاز شکلگیری نظام جدید در اولین سالهای دهه 80 برای چند سال وضعیت نرمال و عادی رو ما مشاهده میکردیم و یک نوع علاقمندی رو در درون جامعه افغانستان به سوی رفتن به دموکراسی، انتخاب سرنوشت، حضور به پای صندوقهای رأی و امثال نو مشاهده میکردیم. اما ما نتانستیم متاسفانه از این مکانیزم و از این فرصتها به خوبی استفاده بکنیم. پا به پای این تغییرات نهادی و ساختاری که توسط برحال حضور قوتهای بین المللی در افغانستان شکل گرفت، تغییرات فکری و فرهنگی رو هم در جامعه خود ایجاد بکنیم. این کار رو نتانستیم. من فکر میکنم که من موافقم با بخش از فرمایشات جناب دکتر مرادیان در ارتباط با این که به هر حال ما چی باید بکنیم برای اینکه زمینه بازگشت و ادغام مجدد طالبا و گروه‌های مسلح مخالف نظام به یک سیستم سیاسی باثبات فراهم شود. اما می‌خوام تاکید بکنم که ببینید، مدلی که ما تعقیب می‌کنیم، اگر این مدل عبور از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود باشه، ما رو برمیگردانه به نقطه صفری، همون ما رو برمیگرده به فضایی که بونی یک شکل گرفت و این به هر حال هم سرآغاز یک منازعه و جنجال‌های تازه‌ای خواهد بود و هم این که 17 سال همراهی جامعه جهانی و سرمایه گذاری هایی را که در افغانستان صورت گرفت به هر حال ازش عبور خواهد کرد. بنابراین من تاکید من ایست که ما همطوری که در خود قانون اساسی پیش بینی شده، هر قانون اساسی در یک دهه و 15 سال به هر حال تغییر میکنه، ولی ببینید که تا
تغییر نظام سیاسی، تعدیل قانون اساسی، اینا زیرساخت‌های داخلی خاص خودش رو می‌طلبه. در یک فضای متشنج، در یک فضای جنگی، در یک فضایی که یک طرف تفنگ داره، طرف دیگر میگه بیا با هم بنشینیم گپ بزنیم، مذاکره بکنیم. در یک چنین فضایی که میبینی که جای گفتگو و دیالوگ منطقی و حقوقی سیاسی خیلی فراهم نیست. بنابراین ما در دو مقطع باید این بحث دنبال بکنیم. در یک مقطع این که ما باید این جنگ رو تبدیل بکنیم به فضای گفتگو و مذاکره. یعنی اختلاف نظری اگر وجود داره، این رو به جای اینکه از لوله تفنگ مطرح بسازیم، بیاییم با گفتگو روی میز مذاکره ای رو مطرح بکنیم. یعنی مرحله اول ما باید این رو ختم بکنیم، برسیم به یک آتش بس و باز کردن باب گفتگو و مذاکره بین الافغانی با طالبان و مجموعه ای که از به هر حال حکومت و مردم افغانستان نمایندگی میکنه. در قدم بعدی خب طبعا زمینه ای فراهم خواهد شد که ما هم با استفاده از تجربیات 17 سال گذشته او تمامیت خواهی یا سنترالیزم و تمرکزگرایی را که در نظام سیاسی داشتیم میتونیم چاره جویی بکنیم و هم به هر حال با توجه به الزامات منطقه‌ای و مسائل امنیتی منطقه و جهان بازنگری بکنیم، در چی در بحث قانون اساسی، چی در بحث به هر حال پالیسی ها و سیاست های حکومتداری خود ما. اما ما میخوایم در ارتباط با بحث مذاکره اصول روی چند نقطه مشخصا تاکید بکنم. مطرح کردن بحث حکومت موقت، عبور از قانون اساسی، اینا در اولین قدم مردم افغانستان را قربانی خواهد کرد. چرا؟ برای این که بحث حکومت موقت و همچنین بحث عبور از قانون اساسی نگرانی جدی سرآغاز یک منازعه جدید را در پی خواهد داشت. اگر قرار است که جامعه جهانی و همکاران بین‌المللی افغانستان از دستاوردهای 17 ساله گذشته خود هم حمایت بکنه و همچنین مکانیزم گفتگو را برای تعیین نظام سیاسی آینده در نظر بگیره، ما باید زمینه را فراهم بکنیم که دیدگاه‌های مردم افغانستان رو بشنویم که چه نوع مدل نظام سیاسی رو می‌خواد و اون مدل نظام سیاسی که به نام جمهوری اسلامی افغانستان تعریف شده در کلیتش به هر حال اکثریت مردم افغانستان این رو پذیرفتن، ولی در جزئیات بعضی نمیدونم نهادها، نهادسازی، رابطه قوا ممکنه اما و اگرهایی وجود داشته باشه که اینا قابل بحث و گفتگو میتونه باشه. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. ادامه بس در جنبندی هم سوال من متوجه آقای صمد این گونه است که واقعا روابط امریکا با پاکستان در مرحله است که امریکایی ها وادار بکنه پاکستان را که در مورد افغانستان یک تصمیم درست بگیره و دست برداره، اما طور که آقای مرادیان گفت از امون کارهای غلطه که تا حالا می کرده. خب امریکا خب تا حدی که امکان داره پاکستان شناخته و پاکستان همه ما شما بلد هستیم که پالیسیش و استراتژیش چی بوده و چی هست و چی اهدافی را دنبال میکنه و از درس های 18 سال نی بلکه از نیم قرن هم باید بیاموزیم که با پاکستان از این به بعد چی نوع معامله شود و راه حل پیدا شود که در آینده مناسبات دو کشور که دو کشور همسایه هستن یک در چوکات جدید با یک شکل جدید تمثیل شود و تعریف شود که امی گذشته را به پس دوباره تکرار نشه و برای ما یک مشکل جدید ایجاد نشه. ما فقط میخوایم امیر تاکید کنم که امریکا در این قصه فکر میکنم که همکار افغانستان خواهد بود و ولی بعضی بازیگرای دیگه هم در منطقه هستن که اهداف خود دارن. در اینجا موضوع رقابت هایی که بین بعضی کشورهای عربی و ایران وجود داره ای تاثیرات خود گذاشته میگذاره بالای افغانستان و قضیه فعلی افغانستان، رابطه ای که بعضی کشورهای عربی با پاکستان دارن. اما این رابطه چقدر مستقیم بر طالبا اثر میگذاره آقای صمد؟ خب یه تا یک حد معلوم دار استراتژی و پالیسی پاکستان و بعضی کشورهای دیگه که ارتباط با پاکستان دارن و وجه مشترک دارن در بعضی قضایا تاثیر خود بالای طالبا داره، ولی در یک مرحله میرسه که ما صحبت با طالبا به یک جای باید برسانیم که
و بتانیم که اونا را داخل زیر خیمه افغانی بیاریم. و اگر هدف ما می باشه که اونا زیر خیمه افغانی بیاین، باید دیالوگ تشدید پیدا کنه، صحبت ها بیشتر شوه، دید و بازدید ها بیشتر شوه، گفتمان بیشتر شوه، نظریات تبادله بیشتر صورت بگیره در این قسمت و دیدگاه ها شریک ساخته شوه، تا ما بتانیم که ببینیم که تا چی حد امکانات ازی وجود داره که وجه مشترک پیدا شوه با طالبان. یعنی به مو اندازه که در جامعه غیر طالبی افغانستان تنوع وجود داره و اختلافات نظر وجود داره، یقینا در بین طالبان هم وجود داره و در عین زمان وجه مشترک هم امکان داره وجود داشته باشه. ما از فرصت فعلی که پیدا شده از لحاظ تاریخی، با نظر داشت تاریخ و جغرافیای افغانستان و وضع جیوپولیتیک و جیوستراتژیک که ایجاد شده، ما باید جات این استفاده را باید بکنیم و اینطور نکنیم که فرصت از دست بدیم و فکر کنیم که ما چند سال دیگه هم پیش روی داریم که باز مشکلات خود حل کنیم، بتانیم پیش از این که بریم به طرف یک سرنوشت جدید. وقت و زمان برای ما و جبر زمان متاسفانه که به شکل آمده که ما تصامیم باید هرچی زودتر به صورت دست جمعی و با مشارکت و بدون از این که ما بخواهیم که از او سوء استفاده سیاسی بکنیم و اشتباهات گذشته را تکرار بکنیم، باز هم از این فرصت باید استفاده بکنیم، وگرنه قسمی که گفتم امکان داره که مشکلات ما کمتر نی بلکه در آینده بیشتر شود. ممنون آقای صمد. آقای مرادیان، وقت بحث عبور از نظام جمهوری مطرح میشه، وقت هنوز هم بحث گفتمان بین افغانی بسیار داغ است، آیا دوحه یک فرصت خوب است، نشسته که میان افغان ها برگزار میشه؟ ببینید، در تایید صحبت های جناب دکتر صاحب، جمهوری نه تنها خط قرمز و خط سرخ ما باید شناخته شود، بلکه ستون کلیت به نام افغانستان هست. بنابراین که اگر جمهوری نباشد و ما بحث از طالبان دو داشته باشیم و امارت داشته باشیم، تصوری که ما چیزی به اسم افغانستان هم اگر افغانستان متحد داشته باشیم برای ما مشکل چنین تصور. بنابراین جمهوری چیزی هست که همه ما با تمام وجود، با وجود اختلافاتی که ما داریم، باید جمهوری، اگر ما خانه یک افغانستان متحد هستیم به عنوان یک دولت، به عنوان یک ملت، باید جمهوری باید او سقف باشد که همه ما زیر سقف باید باشیم. در اگر ما خواسته باشیم با جمهوری معامله کنیم، دیگر چیزی به اسم افغانستان. بین صادقانه هستن بپرسم، با می شناخته که از سران سیاسونی که قرار است اینا هم برن یا هیئتشان را بفرستن به قطر، شما دارین فکر میکنین بر از اینا جمهوری خط سرخ باشه یا یکی منافع خودشان همونطور که پیشتر آقای سجادی به بعض موارد اشاره؟ خب ببینید، آنچه که اینها همه عده از اونا اگر نگاه کنین، اینها بیشتر سیاست باز بودن که هر فصلی که می آمد اینها متناسب با همون فصل تغییر لباس می دادن. عده در این چند سال از دموکراسی صحبت می کردن و حالا می بینید کسانی رفتن در مسکو با افتخار با طالب ها عکس یادگاری گرفتن و اگر صفحات تویتر اینا نگاه کنیم سخنگویان بیمزد طالبا شده. بنابراین ما نباید سرنوشت خود از کسانی بدهیم که حاضر هستن به خاطر چاکی نه تنها جمهوری بعد خیلی چیزها رو هم بفروشه. اما خوشبختانه امروز یک آگاهی عمومی در جامعه افغانستان آمده است و ای که امیدوار هستیم ایده در بین طالبا هم حتما باید کسانی باشن که به آینده افغانستان نگران هستن و آینده رو باید در پرتو جمهوری افغانستان ببینن. حالا این جمهوری میتونه صفت اسلامی داشته باشد، اما اگر امارت اسلامی که آنچه که بعضی طالبات در جستجوی هستند به معنای باز کردن یک صندوق خواهد بود که کنترل از دست خیلی خودشون، نمونه خوب یمن و سوریه و لیبیا و افغانستان گذشته ما برای همه ما باید درس عبرت باشه. بنابراین تاکید همه ما با
بعد بر جمهوری اسلامی افغانستان باشد که همه در ساختن از او سهم داشته باشین، از جمله در بحث قانون اساسی. ممنون. آقای سجادی، این بار نشست دوحا کم متفاوت است به دلیل اینکه نمایندگان از حکومت افغانستان هم میره جدا از سیاسون. چقدر فکر میکنین که صحبت ها در نشست دوحا از موضوع حکومت افغانستان باشه؟ خب اگر با می حرکت که آقای رئیس جمهور غنی شروع کرده، گرچند در هنگام آمادگی برای حضور در اجلاس دوحا به صورت دست جمعی به وجود بیاید، یعنی یک وفاق سیاسی در بین نخبگان سیاسی افغانستان به شمول حکومت، من باور دارم که خیلی از چالش ها در او صورت برطرف خواهد شد. خیلی از چالش ها یعنی به این معنا که چیزی که آقای صمد هم اشاره کردن، ببینید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زمانی ما از او ظرفیت اونا استفاده کرده میتونیم که خود ما دارای یک دیدگاه روشن، مشخص و مشترک باشیم. زمانی که ما دیدگاهی منسجم و واحد نداشته باشیم، طبعا اونا کاری کردن نمیتونه و اگرم بخواین نمیکنه، برای اینکه اونا قبل از هر چیز خط سرخ اونا منافع ملی خودشان است. بنابراین من فکر میکنم که دو سه نقطه اگر در بحث اجلاس دوحا مورد توجه قرار بگیره، از این فرصت میتوان برای آینده بهتر افغانستان استفاده کرد. قدم اول توافق نظر بر سر حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان. ای که میگم توافق نظر روی این، حتی اگر سیاست مدارانی هم خواسته باشن جمهوری اسلامی رو ازش عبور بکنه، با توجه به تجربه 17 سال گذشته و با توجه به این که این خواست اکثریت مردم افغانستان است، امکان عبور ازی وجود نداره. شما وقتی صحبت از حتی جمهوری خودکامه رو دارید نفی میکنید، رفتن به امارت و سلطنت به هیچ عنوان با توجه به شرایط ملی، منطقه‌ای و بین المللی افغانستان امکان پذیر نیست. نکته دوم، ما زمانی میتوانیم به این خواست اساسی خود برسیم که پس از توافق بر سر کلیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان، روی خطوط اساسی که ما به نام خطوط قرمز مطرح میکنیم که اونجا بحث اساسی حقوق اساسی اتباع است، یعنی نظام سیاسی باشه که به هر حال در اونجا حق شهروندی، برابری حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی و مدنی، حقوق زنان، مسائل حقوق بشری و بین المللی به احترام گذاشته شود. وقتی اونا هم با توجه به فشارهای بین المللی ناگزیر هستند که مسائل حقوق بشری را رعایت بکنه، طبعا ناگزیر خواهد بود که حقوق اساسی اتباع افغانستان و شهروندانی را که ساکنین این سرزمین هستند، اونا را هم باید احترام بگذاره. با توجه به این دو نقطه، نقطه سوم، اگر توافق صورت بگیره روی هیئت توانمند گفتگو کننده و مذاکره کننده که با یک منطق قوی بتواند از خواستهای مشروع مردم افغانستان و دستاوردهای گذشته دفاع بکنه، ما باور دارم که ظرفیت جلب حمایت بین المللی، اتحادیه اروپا و حتی آمریکایی‌ها و کشورهای منطقه برای به کرسی نشاندن این داعیه وجود داره. بنابراین بازگشت به امارت اسلامی رو من فکر کنم حتی طالبان هم میفهمه که با توجه به تغییراتی که در افغانستان به وجود آمده و با توجه به تغییرات منطقه‌ای و بین المللی، بازگشت به اون مدل ناممکن است و این اصرار بر او داعیه به معنای ادامه جنگ و خشونت در افغانستان خواهد. ممنون. ممنونتان آقای عمر صمد که از واشنگتن با ما وصل بودین، ممنون آقای مرادیان که وقت گذاشتین، ممنون آقای سجادی و ممنون شما بیننده ها که این برنامه را صمیمانه دنبال کردین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.